مقنعه العروسان نکو، کنگ، کنگ یعنی خیلی ستبر و گنده، کنگ امرد را به پوشانید. مخصوصا در گذشته اصلا مرد معمولا چهره زن رو نمیدید، اولین باری که میدید همون شب زفاف بود، عموما این چنین بود. دلاله ها بودند و میومدند و میرفتند و تعریف میکردند. قصه هم گفتم براتون، مولانا نقل میکنه که خب دلاله بود و میرفت و دختر رو معرفی میکرد تا برای او شوهر پیدا بشه، رفت و دختری رو نزد خانواده و پسری معرفی کرد. خب تعریف های خوبی کرد و اونا هم ظاهرا پسندیدن. این خانم دلاله برای اینکه قش در معامله نشه گفت دلاله ولی یک چیز هست. گفت یه نکته ای مونده که اون رو هم باید بگم که شما فردا از من گله نکن. گفتن چه؟ گفت دلاله ولی یک چیز هست، کان ستیره، ستیره یعنی اون دختر مستوبه پوشیده، کان ستیره دختر حلواگر است. خب حلواگری هم شغل خیلی برازندهی نبود در گذشته لاجرم. گفت این هم بدونید باباش این کار است، ولی فردا بر من خورده نگیرید. گفت دلاله ولی یک چیز هست، کان ستیره دختر حلواگر است. حالا پسره که دهنش آب افتاده بود گفت بهتر این چنین خوش خودگر بود، دختر او چرب و شیرین تر بود. این از طنزهای مولاناییه. و خب این چنین بود دیگه، دلالگی میکردن. و بعدن در شب اول شما کتاب سیاحت شرق مرحوم چیز رو آیت الله قوچانی رو، آیت اللهی بود ولی شرح زندگی خودش رو نوشته و نوشته که من تا شب زفاف روی دختر را ندیده بودم، اونجا بود که حجاب از سر او برداشتم و تازه او رو دیدم. قیاس با روزگار خودمون نکنید که به هیچ وجه و از هیچ جهت قابل مقایسه نیست. مقنعه و حله عروسان نکو، کنگ امرد را به پوشانید او، شمع را هنگام خلوت زود کشت. ما یعنی شمع را خاموش کرد، ماند هندو با چنان کنگ درشت، با این مرد تجاوز کرد. هندوک فریاد می کرد و فغان از برون نشنید، کس از دف زنان ضرب دف و کف و نعره مرد و زن کرد پنهان، نعره اون نعره زن. او بیچاره اونجا شکنجه میشد زیر دست و پای این کنگ امرد، این مرد درشت، و کسی هم نمیشنید. خوب این شب این چنین گذشت و روز آوردم تاس و بوق و زفت، رسم دامادان فرج حمام رفت. رفت بله، آمد از حمام در گردک فسوس، پیش او بنشسته دختر چون عروس. حالا دختر رو واقعا روز بردن کنارش نشوندن. مادرش اونجا نشسته پاسبان که نباید کو کند روز امتحان، نباید من مبادا. مادر اونجا نشسته بود که مبادا روز این پسر بیاد نزدیک این دختر رو بگه چگونه بود و چگونه نبود و سوال کنه. اونجا نشسته بود و خیلی مراقب پاسبان که نباید کو کند روز امتحان، ساعتی در وی نظر کرد، یعنی غلام، ساعتی در این عروس نظر کرد از عناد، آنگهان با هر دو دستش ده بداد. ده دادن یعنی با دو دست ده انگشت رو نشون دادن و پس زدن و خاک بر سرت گفتن، این ده دادن. بارها مولانا این رو به کار میبره، اصطلاح خاصی است. میگه ده بدین یعنی اه بگیم به چیزی. ساعتی در وی نظر کرد از عناد، آنگهان با هر دو دستش ده بداد. گفت اه، گفت کس را خود مبادا اتصال با چتو ناخوش عروس بدفعال. همچنان جمله نعیم این جهان، بس خوش است از دور پیش از امتحان، می نماید در نظر از دور آب، چون روی نزدیک چون روی نزدیک باشد آن سراب. گنده پیر است و
از بس چاپلوس، خیش را جلوه کند چون نوعروس. این مشو مغرور آن گلگونه اش، گلگونه همون سرخابی است که به صورت می‌ماند. این مشو مغرور آن گلگونه اش، نوش نیشالوده او را مچش. صبر کن که صبر و مفتاح الفرج، تا نیفتی چون فرج در صد حرج. حرج این تنگنا. از صبر و مفتاح الفرج، صبر کلید فرج است، گشایش است. تا نیفتی چون فرج در صد حرج. آشکارا دا آشکارا دانه پنهان دام او، خوش نماید زولت انعام او. در بیان آن که این غرور تنها اون هندو را نبود، بلکه هر آدمی به چنین غرور